سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه تلویزیون کارگری. امروز با ناصر پیشرو و بهروز فراهانی هستیم. سلام بر تو ناصر جان. سلام بر شما بهروز نازنین و بینندگان محترم تلویزیون برابری. دوره بسیار تاریک و وحشتناکی در جامعه ماست. روزانه بیش از 500 نفر انسان الان دیگه خصوصا در میان سالی و جوانی جان میدن. گورهای دست جمعی قربانیان کرونا ما را در این دوره‌ای که قرین هست با تابستانهای خونین شست و گورهای دست جمعی با گورهای آشنا میکنه که جنگ ایران عراق کشتارهای دهه شست رو به یاد میاره. همه از یک نسل کشی حرف میزنن. آمارها روزانه در حال افزایش است. 80 هزار امروز بستری شده کرونایی تا کشتارهایی که خودشون میگن چند رقمیش باید کرد و چند باره. در این حال افشای صحبتهای زالی و مدیر در واقع مدیر مبارزه با کرونا در اهمالکاری ها و دروغ ها در پنهانکاری های گسترده و در سهلنگاری ها در ممنوعیت ورود واکسن یک چیز رو به روشنی در مقابل ما میذاره. مردمان ایران گرفتار یک کرونای حکومتی هم هستند و مرگ دستاورد برنامه و سازمان یافته این حکومته. ارزیابی شما از این فاجعه چه هست؟ شما چطور رصد کردیم این دوره رو؟ ببینید این همونطور که شما مطرح کردین یه شرایط خاص و دهشتناکی تو جامعه ماست. واقعا ما با یه قتل عام عمومی روبرویم، یه قتل عام دولتیه. حکومت مقصر مرکزی این فجایعی که تو ایران اتفاق میفته. آخه شما تصور بکنید این چه حکومتیه که یک نفر تصمیم میگیره برای 80 خورده میلیون که اینا واکسن نباید داشته باشن، چه میدونم غربی هست و آمریکایی هست و انگلیسی هست، به خودشون این اجازه رو میدن. الان این شرایط دهشتناک اینقدر گسترش پیدا کرده که با موجی از اعتراضات عمومی مواجهیم و میبینیم که اکثر رسانه ها روی این متمرکزن، اکثر رسانه هایی که حکومتی نیستن و حتی رسانه های حکومتی مجبور شدن بخشی از پرده رو بالا بزنن. صدای کسایی در اومده که خودشون تو این جهنمی که ایجاد شده و ساختنش نقش داشتن. اینقدر این فاجعه عظیمه که هر کدوم از ما روزی نیست که خبر از دست دادن دوست، همکار، فامیل و نزدیکانمون نباشیم. این فاجعه به نظر من یکی از فجایع‌های بزرگ جامعه است. حتی تعداد کشتارهایی که شده و افزایش پیدا کرده چیزی کمتر از اون دوره جنگ نداره. با توجه به که اون دوره جنگی خب شرایط متفاوت بود، ولی الان که این اتفاق داره میفته با وجودی که جامعه ایران از نظر به اصطلاح سوخت و سازهای پزشکی جامعه قویه، تعداد پزشکان، تعداد پرستاران، کسایی که پزشکانی که پشت در بیکاری موندن، بیمارستان ها محدود شده، خصوصی سازی شده، همه اینا هست. ولی حتی ما دو تا دستگاه به اصطلاح ساخت واکسن، دو تا دستگاه اداریش میگم، اداری و صنعتی، ساخت واکسن داریم. با وجود این
اوج فاجعه اونجاست که یک معذرت میخوام این باجه رو به کار میبرم، یه احمق یه بوقی درست میکنه میاره میذاره مردم رو مچل میکنه، واقعا به مسخره میگیره سر اینکه این نمیدونم ویروس کش است و غیره و داره. خامنه ای میاد همچی حرف به اصطلاح مزخرفی رو میزنه و وزرای بهداشت، روحانی، تمام این دم و دستگاه تو این فاجعه شریکن و مسئولن در مورد این قتل عامی که تو جامعه ایران شده. سلام بر تو بهروز جان. سلام علی جان و سلام رفیق بسیار گرامیم ناصر و بینندگان عزیز تلویزیون شما. من می‌خواستم در ادامه ناصر صحبت بکنم اگر موافق باشی. ببین واقعا ما الان با قتل عمد دولتی تو ایران روبرو است. اسمش رو چیز دیگه نمیشه بودش. نوعی اعدام شهروندان هست بدون هیچ جرمی. همه از سازمان بهداشت جهانی تا دکترای خانواده ها در شهرها همه دارن میگن تنها راهی که در مقابل این ویروس لعنتی وجود داره واکسیناسیونه. همه درش متفق القولن. اینکه یه عده به طور کلی ضد واکسنن یا اینکه یه عده مثل کشور که من در زندگی میکنم فرانسه به دلیل فشارهایی که دولت مکرون آورده مخالفت میکنن با این مسئله واکسیناسیون اجباری یا غیره، اون یه بحث دیگه است. غریب به اتفاق دکترها و متخصصان معتقدن هیچ راهی جز واکسیناسیون در برابر این نیست. و در مقابل این شما رهبر یک رهبری رو دارید که میاد میگه که چون اینها ساخت آمریکا و انگلستان هستند نباید این رو آورد. مثل اون موقع است که اگر برق اختراع شده بود برق رو آورده بودن یا لامپ الکتریکی اختراع شده بود اون موقع اونایی که مخالف آمریکا بودن باید ما از لامپ استفاده نمی کنیم چون آمریکایی ها اختراعش کردن. یعنی یکی از عقب مونده ترین و مرتجع ترین ارتجاعی ترین موضع گیری هایی هست که میشه دید. یک موضع گیری داعشی و طالبانیه. بیرو در وایسی باید این رو گفت که با پیشرفت علم به طور ایدئولوژیک برخورد میکنه. با چیزی که آمریکایی ها موفق شدن، البته هم ما میگیم آمریکایی ها در واقع آلمانی ها و آمریکایی ها بودن این بیونتک و روس ها این رو آوردن و حتی اون موقعی که مطرح میکنه که ما از آمریکایی ها نباید بخریم نمیگه برید این واکسن رو از روس ها بخرید یا برید از چینی ها بخرید، اصلا برنامه خرید واکسن رو نمیگذاره، براش مهم نیست. من اینو مقایسه میکنم با فردای روزی که قاسم سلیمانی کشته شد و هرج و مرج اتفاق افتاد توی دستجات هشت الشعبی توی عراق، خبر رسید به سپاه پاسداران که این زدن مهندس المهدی و قاسم سلیمانی به شدت و روحیه سربازای هشت الشعبی تأثیر گذاشته و آقای خامنه ای با یک قلم 200 میلیون دلار، خوب رقمش رو توجه داشته باشید، 200 میلیون دلار از بودجه خودش آزاد کرد، پول پخش کردن توی این مزدورهای هشت الشعبی برای اینکه نفوذ جمهوری اسلامی رو براش تضمین بکنن و این ضربه رو که آمریکا بهشون زده بود با پول و پاداش دادن به سربازا و افسرای این هشت الشعبی جبران بکنن. ببینید الان من نگاه میکنم قبل از اینکه بیام به توی صحبت، وقتی شما قرارداد میبندید با واکسنای مثل آسترازنکا، مدرنا و فایزر گرونن، واقعیتی که برای کشورها سنگین دادنی و اینی که می‌بینی که اروپایی‌ها هستن که این رو خیلی راحت میدن آمریکایی‌ها با بودجه‌های سنگین، ولی آسترازنکا با یک قرارداد بزرگ اگر باش ببندین میشد با $2 این رو خرید. به طور متوسط آسترازنکا رو 6 یورو 6 دلار می‌خرن. این 200 میلیونی که دادن به هشت الشعبی با یک قرارداد بلند مدت برای تعداد زیاد میتونست 112 میلیون دوز باشه. 112 میلیون دوز به قیمت متوسطش 23 میلیون دوزه. 33 میلیون دوز یعنی نصف جمعیت بالای 20 سال ما رو میتونستن اینها دوز واکسن اولشون رو بزنن. جانسون ان جانسون آمریکایی ها 25 میلیون دوز بود به قیمت متعارفی که وجود داره. یعنی میخوام بگم یک قلمی که خامنه ای آزاد کرد برای اینکه هشت الشعبی از هم نپاشه به دنبال ضربه قاسم سلیمانی میتونست یک دوز واکسن رو به نصف جمعیت ایران بزنه و میتونست به بیشتر از نصف جمعیت در خطر ایران بزنه. این جنایته. یعنی میخوام بگم کشورهایی هستن الان گزارش سازمان بهداشت جهانی کار باید واقعا ما رو نسبت به این نظم جهانی، این نظم نوین جهانی که
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در ایران در جهان دنیا برقرار شد واقعا به فکر بندازه. سازمان بهداشت جهانی میگه که 57% مردم کشورهای ثروتمند واکسینه شدن. این رقم برای کشورهای فقیر زیر 2%. و اون وقت اینا دور سوم واکسیناسیون رو دارن در بعضی از کشورهای اروپایی، در اسرائیل و در آمریکا شروع میکنن، در حالی که سازمان بهداشت جهانی داره میگه این لوکسه، الان زوده، اضافه واکسناتون رو بدین به این کشورهایی که هستن. یکی از دلایل اینکه اینا دارن دوز سوم رو میزنن اینه که تاریخ مصرف واکسنایی که دستشون هست داره تموم میشه. میگه به جای اینکه بیخودی دوز سوم بزنید، بدیدش اینو به کوواکس، بدینش به این برنامه‌ای که ما داریم برای کمک کردن به کشورهای فقیر. یعنی این رشد ناموزون نظام سرمایه‌داری، این سلطه مرکز امپریالیستی به بقیه دنیا در مسائل بهداشتی، ببین چه فاجعه‌ای رو داره میاره. اون وقت ما در کشور خودمون که مشکل مالی رو نداریم و میتونیم این هزینه رو داشته باشیم، به خاطر خریجیت، جاهلیت و بیمسئولیتی رهبرانمون دچار مشکلاتی هستیم که فقیرترین کشورهای آفریقایی هستن. زیر 2-3% جمعیت ایران واکسینه شدن. این جنایته. همونطوری که تو گفتی، ناصر هم گفت، همه ما هر روز داریم میشنویم که فامیل نزدیک یا فامیل دورمون، پسر خاله، شوهر خواهر، داماد، دوست دوران دبیرستانمون، همشون دارن مثل برگ خزان میافتن و مسئول این هیچ کس نیست جز جمهوری اسلامی، و توی جمهوری اسلامی هیچ کس نیست جز شخص خامنه‌ای. باید به جرم جنایت، این رو جنایت عمد، قتل عمد، این رو به دادگاه بین‌المللی واقعا کشوند. ایران کشور ثروتمندیه. عذر کشورهای کوچیکه مثل بنگلادش یا کشورهای آفریقایی اینا رو نداره. میگم با یک قلم هدیه به اشتالشعبی میشد 33 میلیون دوز آسترازنکا خرید. با دو برابر اون برای کل جمعیت ایران میشد دوز خرید. و این فاجعه است. این فاجعه‌ای که مال نظام سیاسی ما هست. و وقت در همچین شرایطی ما میبینیم که فعالین کارگری چقدر هوشیارانه مسئله واکسیناسیون کارگرها رو مطرح میکنن و این اعتصابگران گرامی ما که واقعا ایران رو تکون دادن و یک فاز جدیدی رو در مبارزات اجتماعی و باز کردن، این اعتصاب کارگران پروژه‌ای و غیره با زبان شورای برگزاری سراسری خودشون مسئله واکسیناسیون کسانی رو که با موفقیت و کسب حقوق بیشتر و برخ تعداد مهمی از خواسته هاشون به سر کار دارن برمیگردن رو مطرح کردن. از طرف دیگه پرسنل بهداشتی، دانشجوها، همه دارن مسئله واکسیناسیون رایگان رو مطرح میکنن برای همه کسانی که کار میکنن. و این نشون میده که ما از طرف جامعه ایران، چه جامعه مدنی، چه فعالین جنبش اجتماعی، با بالاترین آگاهی اجتماعی و حساسیت نسبت به هم نوع روبرو هستیم در مقابل دولتی که فاقد هر نوع احترام به انسانیت، هر نوع احترام به جان شهروندهای خودشه. انگار نه انگار، حتی به خودشون انتقاد هم نکردن که ببخشید ما اشتباه کردیم، جبران میکنیم، بودجه ویژه بذارن برای اینکه سریعتر بکنن اینا رو ببرن جلو. نمیگیم فایزر، مدرنا که باید یخچالهای مخصوص براش بیاد، هزینش وحشتناکه. اسپوتنیک بیارید، واکسن‌های چینی بیارید، واکسن آسترازنکا رو بخرید، جانسون اند جانسون رو بخرید. همه اینها رو به راحتی کشوری مثل ایران میتونه بکنه. ما همه چیز داریم مثل همیشه، مثل دوران قبل، به جز یک دولتی که به فکر مردم این کشور باشه و بخواد که در واقع این ثروت عظیمی رو که در اختیار ما هست در خدمت مردم ایران بکاره. یک فاجعه انسانی که عمدی، ناشی از ناتوانی، ناشی از بیپولی، ناشی از فقر کشور نیست، ناشی از سیاستمداران فاسدی هست که فقط جیب خودشون رو در واقع دارن پر میکنن. و این واکسیناسیونی که اینا گفتن خیلی هم جالبه. من صحبتم با این تموم میکنم که بحثمون رو ببریم روی این. ما اون این که به محض این که این بیانیه آخر شورای سازماندهی مسئله واکسیناسیون رو مطرح کرد، کارگرانی که برگشت بودن سر کار حالت نیمه اعتصاب دوباره ایجاد کردن و درخواست واکسیناسیون کردن و مثل جادوگری یهو واکسن پیدا شد و شروع کردن اینا رو واکسینه کردن. یعنی یک بار دیگه ثابت شد که این حق گرفتنیه، حتی حق واکسیناسیون تو ایران گرفتنیه و این اعتصاب و این مبارزه است که این رو میاره. کارگران پیروزمندی که برگشتن سر کار موفق شدن این رو هم به دستاوردهای خودشون ایجاد بکنن. تا آخرین خبری که من شنیدم 14 تا از شرکت‌های پیمانی که کارگراشون برگشتن سر کار، همه پرسنل خودشون رو شروع کردن به واکسیناسیون کردن. باید گفت دست مریضا، دم شما گرم. امیدواریم که
موردی باشه برای همه که این دولت رو جز با فشار، جز با سازماندهی و جز با اعتصاب و پیشرفتی در این راه نمیشه به عقب واداشت. در واقع شما به نکته بسیار مهمی در واقع اشاره کردید، چون که ما خود این جنبش در واقع واکسیناسیون فوری و رایگان و سراسری رو همه جنبش‌های اجتماعی توی ایران در واقع مطرح کردن، اومدن از بازنشسته ها اولین بار اومدن در خیابان ها، هفت تپه و فولاد، معلمان، در واقع کانون نویسندگان و کانون های مختلف اومدن گفتن. و الان که ما شاهدیم که برخی از وکلا یک دعوا یا شکایتی رو علیه خامنه‌ای به عنوان قتل در واقع دارن انجام میدن که باید پاسخگو باشن. آن چیزی که توی سیاست حکومتی هست نه برای پیدا کردن در واقع واکسن جدید و واکسیناسیون، بلکه گرفتن بیشتر مصرن از گرفتن همین فعالان اجتماعی که دارن این خاص رو مطرح میکنن و این خودش یک مسئله بسیار بسیار مهمی، هم متحد کننده همه این جنبش های اجتماعی که الان هست و مطرحه و مسئله سلامتی به عنوان عنصر اصلی و محوری حرکت جنبش کارگری مطرحه، و هم جنبش های اجتماعی که میتونن کنار این قضایا چه باشن. تو این دوره ما شاهد تعویض دولتی میره، همه دارن همه تقصیرها رو به گردن میندازن و یک دولتی میاد که به قول خیلی ها دولت سوم احمدی نژاد، دولتیه که بر پایه همون تحریم‌های گسترده، همون بحران آفرینی‌ها و همون فسادها و در واقع دکل‌دزدی‌های مختلف و 800 میلیاردهایی گم میشه استواره. کسانی که خودشون در واقع سازمانده در واقع همین چیز برکتن، معاونش مخبر آقای معاون رئیسی خودش یکی از عوامل اصلی این ماجراست. ولی توی این دوره مثلا یک حجت عبدالملکی داریم به عنوان وزیر کار که اینا در خواهان مقررات زدایی هاست و کسی که معارف اسلامی خونده من نمیدونم چطور با مسئله مقررات کارگری و مسائل اینها در واقع طرفه. اینه چطور میبینی ناصر جان؟ پیش از پرداختن مسئله وزیر پیشنهادی دولت که الان شکل گرفته، دولت رئیسی، یه نکته ای من میخواستم به بحث شما اضافه بکنم. ببینید در رابطه با کرونا واقعا تاثیرات منفی هم رو جنبش های اجتماعی داشت، به دلیل اینکه بعد فاصله اجتماعی رعایت میشد، نمیدونم مردم مجبور بودن تو خونه هاشون بمونن، کمتر به خیابون بیان و این سراسری بود همه جای دنیا همچین شکلی بخوش. اما تو جامعه ایران الان داره ماجرا به ضد خودش بدل میشه، یعنی حربه که رژیم ازش استفاده کرد با این موضع‌گیری های بقایت ارتجاییش الان داره به ضد بدل خودش بدل میشه. میبینیم که فعالین جنبش کارگری، فعالین جنبش های اجتماعی، حتی وکلا و پزشکانی که شما اسم بردین، اینو دارن به عنوان یه خواست عمومی و اجتماعی مطرحش میکنن و همونطوری که رفیق بهروز عزیزم گفت جنبش کارگری تونست به اینا تحمیل بکنه. من معتقدم که خود این مسئله که الان به یک موزل حاد بدل شده میتونه توی این شرایط عمومی تاثیرات عمیقی بذاره و اگر این حرکت از پایین تداوم پیدا بکنه گسترشش میتونه به رشد جنبش هم منجر بشه، یعنی رابطه های به اصطلاح متقابلی به هم دارن جنبش ها. اینا در رابطه با وزیر پیشنهادی رئیسی حجت عبدالکریمی، آقای حجت عبدالکریمی عبدالملکی بله ببخشید میگم عبدالملکی کارشناس اقتصاد اسلامیه و معرفی شده به عنوان وزیر کار و تعاون اجتماعی. حالا اون تعاون اجتماعی و رفاهش رو من نمیدونم واقعا چی این جوکه تو جمهوری است. این وزیر کار معرفی شده، عضو هیئت مدیره بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بوده، تو جلسات بانک جهانی مشارکت داشته، دبیر شورای اقتصاد تلویزیون جمهوری اسلامی بوده و جوان‌ترین فردیه که از طرف کابینه انتخاب شده و احتمال زیاد میدن که این گزینش به اصطلاح رئیسی و تصویب شده مجلس هست.
مخالف سرسخت FITF و برجام مخالفه. از نظر خصوصی سازی که میدونین دور احمدی نژاد بیشترین خصوصی سازی صورت گرفت، تداوم اونه. تست های مطرح کرده در مورد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی، کلاس آموزشی میذاره، معتقدن که ایشون حافظ قرآن هم هست و پیشبرنده تئوری کارآفرینی توی به اصطلاح مراکزی مثل این بنیاد به اصطلاح مستضعفین و اینها هست و قرار شده که پیشنهادش اینه که تو مساجد هم اینا پیش بره، یعنی مساجد به قانونی برای جلب کارآفرینی تبدیل. کارآفرینی هم که میدونید واژه‌ایه که ساخته دوران جدید جمهوری اسلامیه که اسم سرمایه‌دار رو عوضش کردن به یه شکل دیگه شیک بهش دادن. فقط هم الان اینا استفاده نمیکنن، تمام گرایش سلطنت طلب نمیدونم بیرون از و اپوزیسیون راست، سرمایه‌دارا، طیفای مدافع سرمایه‌داری تلاش میکنن این واژه رو حقنه بکنن به جامعه ایران. در هر صورت این مدافع اقتصاد مقاومتی الان حدود 10 سال میشه خامنه ای اقتصاد مقاومتی رو مطرح کرده، نه سر داره نه تن، معلوم رفتن چی بخواد. اون چیزی که مسلمه این خب با تاکتیک های در هم تنیده ای مواجه خواهیم شد. این آقا خب میخواد خصوصی سازی ها رو تداوم بده. اولی حرفی که رئیسی زد رفت سراغ بعد از این که انتخاب شد یا انتصاب شد، رفت سراغ به اصطلاح وزارت بازرگانی به همه قول داد که خصوصی سازی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ایشون هم مدافع اون هست، منتها چاشنیش هم گذاشته به اصطلاح یک مباحث ایدئولوژیکی همانند به اصطلاح اقتصاد مقاومتی و دفاع از مستضعفین و این چیزایی که به اصطلاح تو دوران مختلف. اون چیزی که مسلمه این واقعیت در مقابل جامعه داره شکل میگیره که ما با موجی از اعتصابات رو بریم، ما با یه اعتصاب تو این کارخونه میخوریم، ما وارد یه دوره شدیم که ما موجی از اعتصابات رو مشاهده میکنیم. این اعتصابات مدام گسترش یابنده بوده، ارکانهای اصلی سیاستهای رژیم آماج قرار داده هر کدومشون. درسته که از سطح مطالبات اقتصادی آغاز میکنه ولی همش به سرعت بسیار جنبه های سیاسی پیدا میکنه، رژیم آماج قرار میده، تشکلهای رژیم ساز آماج قرار میده و تحت این شرایط و نمودهای اصلی که مثل اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی علیه سیاست های خصوصی سازی و این شرکت های پیمانی در واقع پلتفرمیه که جنبش کارگری در مقابل وزیر جدید گذاشته و ایشون فکر میکنم که اصلا بتونه توی این فضایی که هست بتونه این مانورهایی که ادعا کرده رو ادامه بده. ببینید این که میدونیم یه سری جریان های مدافع به اصطلاح اسلام سیاسی چه تو سطح دانشگاه ها که دانشجویان پیرو به اصطلاح مقاومت و این حرف ها تشکیل دادن، فقط میخواد اونا رو بسیج کنه برای ساختن یک گفتمانی، یک گفتمان فرید دهنده تو جنبش کارگری. برخی از کسانی که استعداد اینو دارن که فریب بخورن و تو گذشتن نشون داده که این استعدادشون صدماتی به جنبش کارگری زده، میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. اما کلیت جنبش کارگری در مقابل این به اصطلاح سیاست هایی که الان دهه هاست ادامه داره مقاومت خواهد کرد، به ویژه که تو این دوره ما با یک مبارزه گسترش یابنده و موجی از اعتصابات از پایین مواجه است. برجان ارزیابی تو چیه؟ این بسیاری بر این پایه مطرح میکنن که اینا مردان میدان عمل وارد در واقع بازار
این سیاست امروز شدن و ارکان رو گرفتن، مردان عملی که تا حد زیادی بر پایه سیاست همون گسترش خصوصی ها، فلاخت عمومی، مسئله ادامه تحریم ها، به اصطلاح تأکید بر داخل و اون سیاست خامنه‌ای و به اصطلاح مقاومتش پیش میخوان برن. این سیاست چه جوابی برای جنبش کارگری ایران داره؟ ببین در ادامه صحبت های ناصر من صحبت میکنم با تایید همه نکاتش، طبقه سرمایه‌دار کارآفرینان در ایران همشون بر اصول نئولیبرالی استوار هستند. سایه روشن با هم دارند. ولی وقتی که اجماع واشنگتن رو شما نگاه کنید که اون ویلیامسون کرده بود، ده فرمان معروفش، دو تا از این ده فرمان اساسی هستند. بقیه دیگه دوره برشه، میتونه سرش رو خود شما کوتاه ببینید. یکی مقررات زداییه، یکی خصوصی سازی. این دوتا رو که شما بگیرید، بقیه‌اش حالا نظام بانکی ثابت باشد، تا کسر بودجه اینجوری باشد یا نباشد. دیدیم در مرکز کعبه آمال سرمایه‌داری آمریکا وقتی بحران 2007-2008 اومد، تمام این کسر بودجه و فلان اینا رو همه یه جا ریختن تو آشغال و با وام‌های هزار میلیاردی گرفتن تا سیستم بانکی خودشون نجات بدن. یعنی اون بند سوم و چهارم و پنجم آقای ویلیامسون رو همه انداختن آشغال، ولی خصوصی سازی و مقررات زدایی رو دست بهش نزدن، به هیچ وجه به این دوتا دست نزدن. گرایشات مختلف اقشار مختلف سرمایه‌داری ما همشون طرفدار این دوتا هستن و تا اونجا میرن که اتفاقا هرچی بیشتر به بخش خصوصی واقعی شما نزدیک میشید، حملاتشون به قانون کار ایران بیشتر میشه. اتفاقا این توی اتاقهای بازرگانی که خصوصی ها خیلی حرف میزنن هست که دائما میگن قانون کار ایران هنوز کمونیستیه. و این قبلا هم گفتم الانم میگم، ما البته به خودمون مدال میدیم، افتخار میکنیم که هر وقت صحبت از این میشه که حقوق کارگرها زیادی داره بهش رسیدگی میشه، میگن کمونیستیه. ما این قبول داریم، ما این میپذیریم، افتخارم میکنیم بهش. درست میگید شما، هر جایی که حقوق بیشتره برای کارگرها، اثری از یک کمونیسم اونجا هست. تمام قوانین پیشرفته است که کشورهای سرمایه‌داری اینو برای یادآوری نسل جوان باید تکرار کرد، دائما باید گفت. تمام دستاوردهای دولت رفاه، تمام قوانین پیشرفته بازنشستگی، بیمه بیکاری، حقوق زنان، زایمان، به اصطلاح مرخصی های استعلاجی، تمام اینها، حق نمایندگی و غیره، نتیجه جنبش های پرقدرت کارگری بعد از جنگ جهانی دوم تحت رهبری کمونیست ها بود. در تمام این کشورها اینها بودن که آوردن جلو و این اینقدر جدیه و اینقدر واقعیه که کافی شما بی بی سی نگاه بکنی، اون جایی که برای سالگرد کارل مارکس بود گفت آنچه کارل مارکس برای شما کرده است و شما خود نمیدانید. و یک لیست بلند بالایی از 8 ساعت کار با انسستگی غیره رو آورده بود و توش این نویسنده این که انگلیسی هم بود، اسمش الان خاطرم نیست، به درستی مطرح میکنه که شما خودتون نمیدونید، ولی مارکسیستا بودن که تمام این حقوق برای شما آوردن. اینو من پرانتز باز کردم که خود به خودمون مدال بدیم، یادمون بندازیم که رفقای ما بیخود مبارزه نکردن، بیخود جان خودشون از دست ندادن و در همه جا هم بودن. و رهبر قیام پاریس یک رهبر اتحادیه سجته معروف بود، مال قسمت کارگران فلزکارش. همه جا اثر اینها رو ما میبینیم و افتخار میکنیم، جز میراث ما هستن و ما ادامه سعی میکنیم که خودمون رو به سطح اونها بکشونیم و جنبش کارگری ما هم گامهای بسیار بزرگی رو برداشته. حالا این از این که بگذریم، میرسیم به این که این آقای عبدالملکی که دکترای اقتصاد از اصفهان گویا داره، سال 2010 نماینده جمهوری اسلامی تو بانک جهانی بوده. این سال 2010 خیلی سال جالبیه چون سال احمدی نژاد، دولت احمدی نژاده، و درست سالی هست که آقای اشتراسکان که رئیس صندوق بین المللی پول بود تو یه سخنرانی معروفی اعلام کرد که ما دو تا کشور نمونه نئولیبرال داریم توی ایران، یکی کشور احمدی نژاده، یکی هم بن علی توی تونس. این بوسه یهودا در واقع بود چه شد، بن علی پشتش سقوط کرد، احمدی نژاد هم دیدیم که به چه روزی در واقع افتاد، در آن ممنوع صدا و ممنوع کوفت و همه چی در واقع هست. ولی میخوام اینو بگم، درست سالی که ایشون نماینده جمهوری اسلامی توی بانک جهانی بود،
ایران رو به عنوان شاگرد نمونه سیاست‌های نئولیبرالی معرفی می‌کردن. پس ایشون حتما خانایی داشته با این سیاست که نماینده جمهوری اسلامی بوده اونجا. ما جایی نش ندیدیم از ایشون که انتقاداتی رو به این کرده باشه. منتها به سبک احمدی نژاد داره کار میکنه. تو صحبتت گفتی میگن دولت سوم احمدی نژاد. راست میگن. بیشتر از نصف وزیراش وزیران احمدی نژادی هستن. ما همین آقای حجت عبدالملکی در واقع یک نئولیبرال به سبک احمدی نژاده. چون همون موقع هم گفته که باید یارانه ها رو برد بالا. یعنی پول پخش کنیم یه خورده درد مردم بیاریم پایین، ولی سیاست خصوصی رو ادامه بدیم، تعدیل اقتصادی رو ادامه بدیم، مقررزدایی رو ادامه بدیم و غیره و غیره غیره. در مقابل این، از اونجایی که مرکز سیاست‌های نئولیبرالی گرایش به ارتجاعه و این گرایش ارتجاع تصادفی نیست و این فقط تو ایران هم نیست، در تمام کشورها تعرض بسیار جدی به حقوق کارگران و حقوق بگیران ثابت داره انجام میشه. من بازم خودمون رو مثال میزنم. در فرانسه ما الان با تاچری ترین تهاجم یک دولت سرمایه‌داری به حقوق و دستاوردهای کارگران فرانسه در قالب دولت مکرون روبرو هستیم و دولت مکرون رو به عنوان یکی از مرتجع ترین و خشن ترین دولت هایی که جمهوری فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم به خودش دیده دارن معرفی میکنن. این تصادفی نیست. ایشون نماینده بانکدارهاست، نماینده سرمایه مالی خالصه و این گرایش به ارتجاع در همه اینها هست. برای همین هم در همین کشور هم با همه این دستاوردهاش یک مبارزه سنگینی رو ما پیش بینی میکنیم که به نقد شروع شده بود. کرونا همونجوری که به درستی ناصر یادآوری کرد ضربه زد به این جنبش‌های اجتماعی و مانع این گسترش این جنبش‌ها شد و عقب نشینی‌هایی که دولت داشت میکرد یه مقداری بهش در واقع فرصت داد که خودش جمع‌وجور بکنه. ولی در همین فرانسه دوباره آقای مکرون اومده گفته مثلا قانون بازنشستگی رو که دو سوم مردم فرانسه باش مخالفن، تمام اتحادیه‌های کارگری زرد و سفید و سرخ باش مخالفن، دوباره میخواد به این رو به اجرا بذاره و منتظر تصادماتی. این تصادفی نیست، چون ما در یک دوره‌ای از سرمایه‌داری به کار می‌بریم به سر می‌بریم که گندیده‌ترین عناصر سرمایه‌داری توش هست دیگه. اون جنبه‌های انقلابی که مارکس و انگلس در مانیفست ازش صحبت می‌کردن تبدیل به رویاها و خاطره‌های دوران 100 سال گذشته 150 سال گذشته شده. الان طبق آخرین چیزایی که بررسی‌هایی که شده از سال 2001 خیلی مهمه، سالی که حمله کردن به افغانستان تا سال 2018 یعنی شروع کرونا، رشد بهره‌وری کار در کشورهای امپریالیستی نزدیک به صفر بود. یعنی در طی 17 سال رشد بهره‌وری کار با وجود تمام این اختراعاتی که شده، با وجود به کار بست کامپیوتر، دستگاه‌های اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک، ربات‌هایی که آوردن و غیر اینها، بهره‌وری کار در سطح کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نزدیک به صفر بوده. این در تاریخ سرمایه‌داری بی سابقه بود. ما در یه دوران واقعا ویژه‌ای داریم به سر می‌بریم که از بعد از جنگ جهانی دوم که هیچی، از بعد از انقلاب صنعتی دوم به این طرف همچی اتفاقی برای سرمایه‌داری نیفتاده. برای همینه که خیلی حرف از بنبستش می‌زنن. نتیجه این چی میشه؟ وقتی شما بهره‌وری کارتون بالا نباشه، در نتیجه اون چیزی که مارکس بهش میگن اضافه ارزش نسبی، تولید اضافه ارزش نسبی در پایین‌ترین حد خودشه. چون این فناوری‌ها و غیره نیستن که اجازه میدن که سرمایه‌دار سود بیشتری رو ببره. کجا باید بگرده دنبال سود؟ زور بازو، نیروی کار و مجبوره که بهش حمله بکنه. این وضعیتی است که در کشورهای مرکز داریم. چه برسه به کشورهای مثل ما که نه تنها این مشکل بهره‌وری و کار رو داریم، بلکه این رو داریم که دولت‌های مثل جمهوری اسلامی هم بالای سرمون هست. این سیاست‌ها، خصوصی سازی، مقررزدایی، جز با حمله به آخرین دستاوردهای طبقه کارگر و پس گرفتن کوچکترین امتیازاتی که اینها از آن خود کرده‌اند، اون بارقه‌های کمونیستی که هنوز توی قانون کارها هست، راه دیگه‌ای وجود نداره. اینی که این دولت هر چی میخواد بگه بگه، چون وفادار به این دو اصل مقررزدایی و خصوصی سازی هست، به طرف تصادم با جنبش‌های اجتماعی تو ایران به طور عمومی و طبقه کارگر به طور خاص داره میگه. و این چیزی که در کارگران پیمانی شرکت نفت اتفاق افتاد طلایه‌دار این جنبش ها بوده، نه اولیشه و نه آخریشه. و اما چون دستاوردهای بسیار خوبی داشته، جنبش کارگری ما رو در کل در موقعیت بهتری قرار داده. جنبش کارگری احتیاج به پیروزی داره.
ما در به خصوص در کشور پیشرفته شکست‌های سنگینی خورده جنبش کارگری. در ایران هم ما در دهه 60 شکست‌های سنگینی خوردیم. ولی الان چند ساله که گام به گام جنبش کارگری ما داره به جلو میره و این دستاوردهای کارگران پیمانی به واقع یک هدیه عمومی به کل طبقه کارگر ما هست و تو اعتماد به نفس کارگرای ما، فعالین کارگری ما تأثیر بسیار مثبتی گذاشته و ما برای همین هم هست و به خصوص یادآوری میکنم و تموم میکنم، دیگه با چند صد تا فعال کارگری روبرو نیست جمهوری اسلامی، با هزاران هزار روبروه. یا باید مسلسل سنگین بذاره جلوی کارخونه ها بکنه مثل اندونزی دوره سوکارنو همینجور کشتار بکنه، یا اینکه باید مجبور به عقب نشینی است که به نظر من شرایط تحت هیچ شرایطی، حتی طالبانش هم نمیتونن تو افغانستان هم چیکاری رو بکنن، چه برسه به اینها توی ایران. ما شاهد تصادمات اردوگاه کار و سرمایه بیشتر و بیشتر خواهیم بود و این بار ما اعتماد نفسمون بالاتر است. ناصر جان، از اعتماد به نفس و از در واقع ضرورت رویارویی جنبش کارگری با دولت حاکم در واقع رفیقون بهروز گفت. ما در دوری شاهد بودیم در سال گذشته 1950 تا حرکت کارگری حداقل گزارش شده بود و بعد از او امسال با طوفانی از اعتراضات و اعتصابات و اعتصابات درخشانی روبرویم که کارگران پروژه نفت در واقع مهرشون رو کوبیدن، در این حال که هفت تپه همچنان در حال رزم و اعتصاب و فولاد مبارکه و فولاد اهواز و در واقع حرکت‌های اعتراضی مدام در حال گسترش. در مجموع بسیارانی برای که خودشون رو در واقع در جبهه مردم نشون بدن، همراهی خودشون رو با این جنبش‌های کارگری، با این اعتصابات نشون میدن، میخوان اعتماد به نفسشون بالا بره، تبریک میفرستن به کارگران هفت تپه و کارگران پروژه‌ای و میگن اینا صدای ما، مادران آبان میگن اینا صدای ما. اینو این ارزیابی از این قضیه چه هست؟ چطور میشه در این بعد از یک دوری از اعتصابات الان در واقع دید این ماجرا رو، این ماجرای این اعتصابات رو، نقاط قوت و ضعفش کجاست؟ بعد چطور میشه گامی به جلو رفت؟ من حتما به این سوال شما برمیگردم. تو ادامه صحبتایی که به روز نازنین کرد دو نکته رو دارم بگم. ما همیشه وقتی سوال میشه که کمونیسم میگن ببین روسیه رو نگاه کن ریخت تموم شده رفت، ده ها سال قبل از اون خود کمونیست‌ها منقد روسیه بودن. من بعید وقتی که صحبت از کمونیسم میشه باید برگردیم به زندگی اجتماعی. کمونیسم جنبشیه که وضعیت حی حاضر، جنبش حی حاضری که وضعیت کنونی رو داره تغییر میده. شما به هر جایی که نگاه بکنین حضور کمونیسم می‌بینید، شما به بیمه بازنشستگی نگاه کنین حضور کمونیست‌ها، حضور جنبش کارگری، جنبش طبقه کارگری، به سیستم آموزشی مجانی نگاه بکنین این هست، به آزادی‌های سیاسی نگاه بکنین پیش تازانش فعالین چپ و جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی بودن، هر گوش و کنار اگر دستاوردی هنوز مانده هست کمونیسم یعنی این. آدرس این دادن که نمیدونم پوتین و چین و اینا بیراه هست. برگردیم به جنبش خودمون اونجاست و این جنبش تو ایران بررسی کنیم. ببینید این جنبشی که توی دو ماه گذشته در بین کارگران پروژه نفت و پتروشیمی جمع جریان داشت چندین دستاورد داره. اولا همینجوری بگیم که این چی بود. ببین این بزرگترین اعتصابات بعد از سال 57 بوده و بعد از دهه خونی نشست، هم به لحاظ وسعت مسیری که اعتصاب توش تداوم داشته از شمال غربی تا جنوب ایران، هم به لحاظ تعداد شرکت کننده‌اش. خود این اعتصابات هوا در متن خود جنبش کارگری شکل گرفته، رو هوا نیومده. 1900 تا شما اسپوردی تشکر اعتراضات کارگری در سال گذشته، اعتصابات فولاد، هفت تپه، معلمان، بازنشستگان و و و و الان این شهرداری کجا هست که اعتصاب نیست؟ کجا هست که اعتراض نیست؟ کجا هست که فعالین بهداشت رو الان ما مطمئن، حتی دکترهایی که فارغ التحصیل شدن بیکارن، بیکار طبق همه موازین به اصطلاح اقتصادی خود سرمایه‌داری زیر مجموع طبقه کارگره، چون چیزی نداره که ازشی کنه، میخواد دکتر بشه، میخواد به اصطلاح کارگر ساده بشه. فقط طلبه ها اعتصاب نکردن،
بله بعد این اعتصابات کارگران پروژه‌ای و پیمانی بیشترین تأثیر رو از نظر به چالش کشیدن سیاست‌های نولیبرالی که همون مورد‌زدایی و خصوص‌سازی که پیامدش این شرکت‌های بردگی مزدوریه، واقعا مزدوری، کارگر به شیوه به اصطلاح قرن عتیق باید اینجا با بیحقوقی مطلق بشه، اینا رو به چالش کشیدن تو دنیا کم سابقه است، واقعا تو دنیا اصلا ما اینو باید درسش کنیم به دنیا بگیم که این اتفاقات افتاده. بعد علیه کل سرمایه جهانی، شما نگاه بکنید که با ریگانیزم و تاچریزم که این تهاجم شروع شد، اینجا کل طبقه سرمایه دار و تمام شاخه های راست و جناح‌های مختلف سرمایه‌داری، چه به صورت به اصطلاح گرایش‌های سیاسی بورژوایش، چه به صورت به اصطلاح نهادهای حضور مشخص سرمایه‌داری، به چالش کشیده و این واقعا یه تجربه‌ایه که بُعد جهانی هم داره. در مورد نکات برجسته این اعتصاب، مسئله سازمان‌یابیش تو این شرایط سخت، اینا تلاش کردن یک سازماندهی نوین ایجاد کنند. در مورد سازماندهی بهتره که با دقت به یه اتفاقایی که میفته نگاه بکنیم. ببین بهترین شکل سازماندهی از دل خود مبارزات کارگری در هی قالب درست کردن، ریختن تو اون قالب، روختن تو اون قالب، چیزی رو هر نمی کنیم. اینا به تجربه دریافتن که باید علیه این سیاست ها چیز کنن و میبینیم شورای به اصطلاح اعتصابات هماهنگی اعتصابات به عهده داشت، یه حلقه واسطی شد بین خواسته هایی که کارگرها داشتن و هماهنگ کردن این خواسته ها. رهبری یعنی همین دیگه، خواسته ها رو رهبری بکنه، میخواید که مثلا یه آدم بذاری اونجا اونو باد بزنی. تو این شرایط سخت این کار رو کردن و واقعا کاری کارستان کردن. خب طبعا این تو این سطح نباید بمونه، طبعا باید بیاد تو سطح وسیع تری، طبعا باید با ثبات بشه. از شیوه های سازمانیابی شبکه‌ای و دیجیتالی استفاده کردن که خب خوبه، همه جای دنیا دارن الان استفاده میکنن، اما خب این شیوه محدودیت های خاص خودش هم داره که باید به طور مستقل نقد بشه. اگه میخواییم حرکت ها پیش رفت داشته بشه، باید این شیوه ها محدودیت این شیوه ها به چالش گرفته بشه. سطح بالاتری از به اصطلاح نزدیک شدن به یک تشکل فراخوان برای این بود که نماینده ها رو بفرستیم، نماینده ها با هم مذاکره بکنن، خواسته ها رو مطرح بکنیم، اونم به شیوهی که کمترین آسیب رو داشته باشه. ما میدیدیم تو حرکت های دیگه کارگری، کارگرهای پیشرویی که میمدن حرف میزنن برای جمع میکرد رژیم میبرد، سالها زندانی بهشون میداد، از سطح معیشت محرومشون میکرد. بدترین کاری که رژیم میکرد همین بود، کارگر میگرفت حتی اخراجش میکرد. این روزا دست گذاشتن رو مسئله معیشت یک کارگر، یعنی هستیشو ازش گرفتن. رژیم هم اینا رو خوب ارزامه عمل نمیگرفت ببره بکشی، خیلی هم زندان نمیکرد، ولی این کارا رو میکرد. اینها رو تو این شرایط خصاص یه تلفیقی از کار مخفی و علنی به وجود آوردن، کاری بوده کارستان، اما از این سطح باید بیاد بالاتر. چجوری؟ خب این مسئله که خود جنبش کارگری باید از این تجارب و از این حرکت هایی که دلش هست کرد، ولی ما میدونیم که یه سطحی از ثبات لازم داریم، یه تشکلی که ثبات بیشتری داشته باشه. به ویژه این تشکل هرچی میخواد باشه، هرچی میخواد به نیروی خود کارگرا باشه که هست، خودگردان و خودسامان باشه، به این معنا که مستقل باشه از دولت، مستقل باشه از کارفرماها، به نظر من از احزاب مستقل باشه. به این معنا نیستش که نمیدونم فعالین حزبی نباید توی این تشکلات چیز کنن، نه اصلا به این معنا نیست. به این معنی که سوخت و سازاش خود کارگرها تشکیل بدن با گرایش‌های حزبی و غیر حزبیشه. این خصوصیات و این حرکت تا به حال داشته. یک نکته که به نظر من خیلی اهمیت داره، سیالیتی که تو مبارزه بود. دیدیم وقتی که یه عده کارگرها برگشتن، یه عده کارگرها به سر کار به دلیل شرایط معیشتیشون و
و هر چیزی که بود، ولی یه عده دیگه بهش میپیوستن، یه عده میرفتن، یه عده دیگه میفرن. این روند هنوز هم قطع نشده، داره ادامه پیدا میکنه و امیدواریم که این جدگیری بیشتر بشه. یک مسئله ای که اهمیت بنیادی داره تو صفارای سیاسی است. این اعتصابات باعث شد که گفتمان طبقه کارگر تو فضای سیاسی حضور باثبات پیدا بکنه. این گفتمان سالها تحت سلطه اصلاح طلبا بود، گرایش‌های مختلف بورژوایی بود که حالا قوری هم می‌زدن، نمی‌دونم این گوشه دولت اشکال داره یا کینگ نداره. حتی اپوزیسیون راست هم حرفی برای گفتن نداشت. الان با توجه به اینکه اپوزیسیون راست رژیمی که تو تنگناهای مختلف قرار گرفته و درگیر چندین بحران در هم تنیده است و این شرایط معیاس برای اپوزیسیون راست که فضای سیاسی در اختیار خودش گیری، این اتفاقات از پایین اومده، همه چی رو تغییر داده، گفتمان اونا رو تغییر داده، مجبوری باید بگی که ما هم این اعتصابات حمایت میکنیم، ولی در نمیده از چیش میخواه حمایت کنی، این داره تو رو به چالش میکشه، چرا خودت رو به کوچه علی چپ میده. این اون نکات اصلی به نظر به اصطلاح همبستگی ها، همبستگی که ایجاد کرد، همبستگی درونی خودشون. ببینید ما خیلی آشکار مشاهده کردیم که تو این حرکت کارگرایی بودن که از گرایش‌های مختلف قومی میومدن، لور بودن، نمیدونم عرب بودن، فارس بودن، همه اینا حول هویت طبقاتیشون متشکل شدن بدون اینکه هویت قومیشون اینا نادیده گرفته بشه. و حتی این حرکت باعث شد که تو جنبش خوزستان این مسئله کشمکش‌هایی که اونجا بود، این جنبش از این نظر هم جنبش کارگری تاثیر داشت. یعنی می‌بینیم که این دعوای قومی و اینا، همه فکر می‌کردن خوزستان اگر که صورت بگیره نمی‌دونم میره به سمت عربستان و این حرفا، می‌دیدیم که نه، درست برعکس، همبستگی‌ها ایجاد شد. این دسته تنها در صفوف داخلی خود کارگرا بود، نه تنها در صفوف به اصطلاح جنبش‌های سیاسی منطقه است، در کل به اصطلاح جنبش کارگری ما با استقبال وسیع همه گرایشان مواجه شد که رفیق بیروت کوتاه گفت که چه کسایی بودن، با کی، با چه نشانه هایی از این جنبش به اصطلاح نام بردن و خودشون رو متعلق به اون می‌دونستن. این یک گام بزرگیه تو جنبش کارگری که فضای سیاسی رو بتونی به اصطلاح تحت تاثیر قرار بدی و طبعا جامعه ایران جدال و مسافه گرایش های طبقاتی در آینده است. جمهوری اسلامی با بحران های در هم تنیده ای روبروز، امکان بقاش بسیار محدوده و در عوض بین گرایشات طبقاتی بیرون از حکومت و گرایش های سیاسی اپوزیسیون راست و جنبش کارگری و جنبش چپ یک جدال واقعی خواهیم داشت. همین الان هم این جدال ادامه داره و از این نظر مبارزات کارگران واقعا اهمیت زیادی داشته باشه. اون چیزی که بازم باید بهش استناد بکنیم مسئله کنترل سیاسی، جایی که کنترل سیاسی میبینید که میان سرکوب میکنن، میگیرن، میبرن دیگه. این مبارزات که وقتی از دل یه حرکت اجتماعی در میاد، مهار کردنش به شدت به اصطلاح مسئله برانگیز میشه و شورای هماهنگی اعتصابات یا شورای اعتصابات و سازماندهی اعتصابات یک کار مهمی که دیگه کرد، سعی کرد که از اختلافات درونی کارگرا به اصطلاح عبور بکنه، بهشون هشدار بده. میدونیم که کارگرا سطوح مختلفی از دستمزد دارن، کارگر رسمی داریم، غیر رسمی داریم، کارمند، کارگری داریم که طبق بستر این موازین جمهوری اسلامی کارمند محسوب میشه و کارگر رسمی شرکت نفته. کارگرایی که غیر رسمی هم تو این شرکت های بردگی مزدی و پیمانی کار میکنن، سعی کرد که اینا رو با هم متحد بکنه و حتی کسایی که برگشتن سر کار رو ازشون به عنوان اعتصاب شکن اسم نبرد، بلکه اومد گفتش که شما خواسته هاتون الان شده درسی برای ما، شما دو برابر حقوق گرفتین،
20 روز تعطیلی رو پیش بردین، شرایط بهداشتی رو تغییر دادین، با این شرایط برگشتین سر کار و این گام مثبتی همون رو گرفت گذاشت تو پلتفرم. این کارهای بسیار مثبتی. طبعا من نوعی اینجوری بگم که شناخت بی‌واسطه از این شورای هماهنگی ندارم، تنها به میانجی این حرکت هایی که انجام شده داریم بحث میکنیم و به اصطلاح محک میزنیم حرکتشو و امیدواریم که این حرکت تداوم داشته باشه و جنبش کارگری که با موجی از اعتصابات در حال حاضر داره دیکته میکنه شرایط خود خاص خودشو به جامعه، بتونه از سطح کارخونه فراتر بیه، تو سطح کارخونه ها حضور مستقیم و به اصطلاح علنی داشته باشه و بتونیم تو سطح اجتماعی شاهد حضور نیرومندتر جنبش کارگری به ویژه در مقابل به اصطلاح دم و دستگاه هایی که جمهوری اسلامی ساخته و این وزیر کار فعلی هم نموده بارزشه برای سرکوب جنبش کارگری و پیش برده همون سیاست های ضد کارگری و مدافع سرمایه‌داری با رنگ و راه اسلامی رو به چالش بکشه. روبرتو برجان، ارزیابی تو چه هست؟ این جنبندی از جوانب مختلف رفیقمون ناصر کرد، شما دلنگرانی ها یا دلمشغولی هاتون نسبت به آینده این حرکت چه هست و فکر میکنید چگونه باید پیش بره؟ من بازم با تایید تمام حرفای ناصر به جلو میرم و تمام نکاتی رو که گفت به نظر من درست بود و ما با هم کاملا توافق داریم سر این، خیلی هم خوشحالم من از این. یک نکته مهمی رو میخوام زیرش خط بکشم و اون این بود که دو خیزش دی ماه 96 و آبان 98 اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام شد ماجرا رو آوردن. این جنبه سلبی این جنبش های اجتماعی، این خیزش ها بود. اعتصابات کارگری و به خصوص این اعتصاب هفت تپه به اضافه اعتصاب درخشان کارگرای پیمانی یک پاسخ به این داره. این خلأ این که دیگه تموم شد ماجرا چی شروع شد؟ چه چیزی جایگزینش شد؟ این جنبش ها با قدرت هشت تامتر به خاطر طولانی بودنشون، تعداد کسانی که در شرکت کردند، تاکتیک های درخشانی که ازش استفاده کردند، اشکالی که برای پیشبرد مبارزه از خودشون اختراع کردند، اشکالی که به جلو بردن، گفتمان کارگری رو در جامعه مطرح کردن. یعنی اصولگرا تموم شد، اون گفتمان، سلطه گفتمان اصلاح طلبی کاملا تموم شد. اصولگرا هم که این وسط قبلا خورده بودن رفته بودن، این جنبش های بزرگ اعتصابی با خودشون گفتمان کارگری رو در سطح جامعه مطرح کردن. نمیگم گفتمان سوسیالیستی، هنوز فاصله داریم تا اونجا، ولی گفتمان کارگری رو مطرح کردن و همبستگی عظیمی که اقشار مختلف کارگران و حقوق بگیران ثابت با این جنبش ها از خودشون نشون دادن، معلم ها، پرستار ها، بازنشسته ها، خانواده های آبان ماه، قربانیان آبان و دیما، خانواده جانباختگان خاورانی، خانواده هایی که هواپیمای اوکراینی اونها رو عزیزانشون ازشون گرفت، سقوطش گرفت، اینا رو، همه اینها دور این جنبش کارگری جمع شدن، درود فرستادن به این کارگرها و این گفتمان کارگری رو در سطح جامعه مطرح کرد و جایگاهش رو به ما یادآوری کرد. وظیفه تبدیل این گفتمان کارگری اولا به گفتمان مسلط جامعه، این مطرح شده ولی هنوز مسلط نیست، وظیفه تبدیل این به گفتمان مسلط، اون چیزی که گرامشی میگه توی پیشروی های خاکریز با خاکریز، الان در دستور کار ماست و اینکه در این گفتمان کارگری گفتمان سوسیالیستی رو باید ما ببریم. برای همین این نکته، مسئله تشکلات، مسئله بردن این گفتمان از این اعتصاب تا اون اعتصاب، چون وقتی ما به اشکال ژلاتینی، به اشکالی که بر اساس مجامع عمومی که در حین اعتصاب میتونن شکل بگیرن، شما که نمیتونید مجامع عمومی رو توی فاصله دو تا اعتصاب هر وقت دلتون خواست برگزار بکنید، امکان نداره. در فاصله این دو اعتصاب چه کسانی، چه نمایندگانی، با چه وکالتی، تحت چه مکانیزمی باید خواستهای شما رو به جلو ببرن؟ الان مثلا ما شاهد این رفت و برگشتایی هستیم که ناصر خیلی قشنگ توضیح داد. ادهی که بر میگردن، ادهی که تازه دوباره اعتصاب میکنن، ادهی که الان برای واکسیناسیون دم در کارخونه هاشون وایستادن، میگن تا واکسینه نشیم نمیریم تو، اونایی که میگن که فعلا ما اصلا نمیایم.
یه عده گرفتن یه عده نگرفتن. ببین جمع‌بندی همه اینا، جمع کردن اینها، همه اینها احتیاج به تشکلات بزرگتر داره، احتیاج به تشکلات پایدارتر داره. و حالا این هم بگیم که اصلا بالاخره هر اعتصابی تموم میشه دیگه، اینطوری نیست که اعتصاب اینقدر ادامه پیدا میکنه تا جمهوری اسلامی سقوط میکنه، پای سر اونم سرمایه‌داری هم سقوط میکنه، اینطوری نیست. اعتصاب ها خواهند آمد، اعتصاب ها پیروز خواهند شد، اعتصاب ها شکست خواهند شد و گام به گام این عنصر آگاهی طبقاتی بالاتر میره. این ما و شما در هر اعتصاب یک گام بزرگ به جلو میره. کارگرها میفهمن که با هم همدستن، با هم همرفیقن، هم طبقه‌ای هستن، درد مشترک دارن و باید اون رو با همدیگه فریاد کنن. و این سازمان‌های کارگری توده‌ای هستن که باید این خلل رو پر بکنن. مثلا خود همین کارگر پیمانی، چه کسانی خواسته‌ای که اینها داشتن در اعتصاب پارسال خودشون تا اعتصاب امسال نمایندگی کرد؟ هیچ کس. چه کسی بود که پیگیری کرد یا ببینی که اونجاهایی که کارفرماها عقب نشینی کرده بودن خلف وعده کردن یا نکردن؟ چیزی نبود. نمایندگانی از خودشون بازی نداشتن. من میفهمم که در شرایط امنیتی انتخاب نماینده کاری است کارستان، ولی اشکالی وجود داره که میشه این کارها رو کرد و این شکار رو میشه ایجاد کرد. این الان در دستور کار ماست. یعنی الان در فردای این اعتصاب بزرگی که هنوز ادامه داره، مسئله تشکلات توده‌ای کارگری و تشکلات سراسری کارگری به طور جدی در دستور کار ما قرار گرفت. و ما اون سه اصل استقلالی که ناصر گفت 100% موافقم. مستقل از دولت، مستقل از سرمایه‌دار و مستقل از احزاب ولو انقلابی ترینش. اتفاقا تشکلات توده‌ای کارگری اون ظرفیه که تمام این فعالین عضو این اتحادیه احزاب و سازمان‌ها رو میتونه متحد بکنه. در درون اون هست که باید به اتحاد پایدار خودشون دست بزنن. در درون این اتحادیه‌های بزرگ، این جنبش‌های بزرگ اجتماعی، واژه اتحادیه منظورم نبود، جنبش‌های بزرگ، جنبش‌های مطالباتی هست که اتفاقا فعالین این احزاب باید این بلوک سوسیالیستی رو تشکیل بدن، با همکاری همدیگه فراکسیون سوسیالیست این جنبش‌های کارگری رو ایجاد بکنن و از این طریق رهبری این رو، رهبری ایدئولوژی که اون رو به دست بگیرن و این گفتمان کارگری رو گام به گام تبدیل به هرچه بیشتر گفتمان سوسیالیستی بکنن. در نتیجه وقتی ما میگیم سه استقلال، به هیچ وجه معنی نیست که این جنبش‌ها باید غیر سیاسی باشن، به هیچ وجه، بلکه عناصر سیاسی نباید انتظار داشته باشن که این جنبش‌های بزرگ برنامه اونها یکی از این احزاب رو به رسمیت بشناسن، بهش رأی بدن و بهش تم بدن. این اصلا خلاف جنبش توده‌ای کارگری هست و این ضربه‌ای هست که جنبش کارگری ما از جنبش سوسیالیستی کمونیستی ما فردای انقلاب خورد. یعنی یادمون نره اون فرقه گرایی وحشتناکی که فرقه‌های ایدئولوژیک همه ما در اشتغالت داشتیم، همه گرایشات، چه گرایشات خط یک که اصلا مطرح نبود چون رفتن به طرف جنبش کارگری، این خط دوی، سهی، چهاری، هر جوری که تو فکرشو بکنید ما درش دخالت داشتیم. از اون باید احتراز کرد و یکی از اونها احترام گذاشتن به استقلال نهادهای توده‌ای کارگری از احزاب و برعکس اتحاد احزاب سوسیالیستی، سازمان‌های سوسیالیستی در درون این جنبش ها. نمونه درخشانش جنبش کارگری اسپانیاست. نمونه درخشانش کمیسیون‌های کارگری هستن که اونجا بودن و این تصمیمی بود که اینها رو به هم وصل می‌کرد. بالای فرقه گرایی که فکر نکنید اون موقع هم نبود. حتی بزرگترین حزب چپ انقلابی اون موقع که حزب کمونیست اسپانیا بود، سنگ مینداخت جلوی این که این اتحاد بلوک‌ها شرکت بگیره چون هژمونی خودش رو می‌خواست. ولی اینها تونستن با دور زدن اون از طریق کمیسیون‌های کارگری این بلوک سوسیالیستی رو ایجاد بکنن. بلوکی که انواع سوسیالیست‌ها درش بودن. از کاتولیک‌های سوسیالیست توش بود تا مارکسیست لنینیستا و با عبور از آنارشیستای سوسیالیست. ما الان تو اون فازی به نظر من. یعنی الان یکی از درسایی که ما از این جنبش باید بگیریم اینه که فکر بکنیم و من خیلی خوشبختم که واقعا الان در خدمت این جنبش کارگری دارم کار میکنم. فکر میکنم شما هم همین احساس مثل من دارید. در بحثی که در کلاب هاوس بود چند هفته گذشته و برای اولین بار تمام فعالین شناخت، تقریبا تمام فعالین شناخته شده کارگری درش حضور داشتن، من وقتی صحبت‌های اینها رو می‌شنیدم، شهابی‌ها و بخشی‌ها، عظیم‌زاده، پروین محمدی، داوود رضوی، همه اینها رو می‌شنیدم، واقعا احساس می‌کردم که دارم بال و پر و بال می‌گیرم. احساس می‌کردم که ما هرگز در این 42 سال جهنم جمهوری اسلامی چنین فعالین کارگری نداشتیم. احساس میکردم که واقعا این خون تازهی که توی جنبش ما باره با همه اشکالاتی که دارن،
با هیچ کدوم از حرفایی که این رفقای ما زدن رو نمیشه بلوک قبول کرد، باهاش موافق بود، همه با همش میشه زاویه داشت، ولی اینا همه فرعیه، این سایه روشن ها بحث دیگه است، اون بحث بین خود ماست. آن چیزی که ما اونجا دیدیم چی بود؟ کسانی که استخون خرد کردن تو این جنبش ها، توی این اعتصاب ها شرکت کردن، سازماندهی کردن، تلاش کردن پاسخ بدن، به یک درجه از بلوغ رسیدن که وقتی حرف میزنن تو میگی جانا سخن از زبان ما میگویی، و این اون چیزی که ما میخواستیم، و این اون چیزی که من میگم الان این اعتصاب پرقدرت هفت تپه از یک طرف، اعتصاب بسیار پرقدرت کارگران پروژه‌ای، اعتماد به نفس بالایی به همین فعالین کارگری ما داده. اینا نه تنها نیستن، بلکه متوجه شدن که هزاران هزارن. این کجا که اسماعیل بخشی رو بگیرن بندازنش زندان توی سیاهچال و اون احساس کنه که فقط نماینده 20-30 نفر از رفقای خودش توی هفته پس، تا احساس کنه که کل جنبش کارگری پشت سرش. میدونید مقاومت تا مقاومت چرا فرق میکنه؟ ما الان در اون وضعیت هستیم، ولی اینا مدال ها رو دادیم به خودمون، ضعف بزرگمون رو فراموش نکنیم. ما هنوز مشکل سازماندهی سراسری جنبش کارگری ایران رو حل نکردیم. ما هنوز نطفه هاش هم حتی ایجاد نکردیم. و این وظیفه همین فعالین کارگری ماست که به این مهم بیش از آن چه که فکر میکنن باید اهمیت بدن، تا گفتمان کارگری رو ما مسلط بکنیم. ناصر به درستی گفت اپوزیسیون راست حرفی برای زدن نداره. من نگاه میکردم به شورای مدیریت گذار، این چیزی که درست کردن که یه فرصتی بشه، دولتی ایجاد بشه، به رسمیت بشناسنش، بگن اینا میخوان برن وزیراش بشن. سیاه روی سفید طرف اومده نوشته، فکر میکنم اسمش بود اقتصاددانی به نام مهران سولتی اگه اشتباه نکرده باشم، سیاه روی سفید نوشته که ما یک چیزی رو باید ببینیم که چرا اصلاحات تو ایران شکست خورده. دلیلش این بود که اینا میخواستن هم اصلاحات بکنن هم رشد اقتصادی. این دوتا با هم نمیخونه. ما نمیتونیم هم عدالت اجتماعی بدیم هم اصلاحات بکنیم. این فاجعه است. یعنی این اون هسته سمی نئولیبرال هاست که الان میبینیم فقط توی دولت نیست، بلکه تو اپوزیسیون راست خارج کشور ما هست. آره این بحث حتما باید باز دنبال میکنیم. تریبون کارگری فرصتی که با این گفتگوها رو بذاریم. خوشبختانه این همین نسل تازه‌ای که به قول شما استخوان خرد کرده تا این جنبش، انقدر فراوان است که از این فراوانی لبخندهایی بر لبان ماست در این دوره تاریکی که هستیم و در مقابل داریم. براتون روشنایی و سلامتی و تندرستی، برای شما عزیزان و شما همه بینندگان عزیز تلویزیون برنامه دارم. تا هفته دیگر و گفتمان دیگر در تریبون کارگری هفته.